من امروز میخوام 10 انیمیشن جذاب که در سال 2022 پخش شدن رو بهتون معرفی کنم. سلام، اسم من عرفانه و به این ویدیو خیلی خوش اومدید. 1. هتل ترانسیلوانیا. Hey Drac, what's up? انیمیشن جذاب و تماشایی که نه تنها در بین کودکان بلکه در بین بزرگسالان هم علاقمندان خاص خودشو داره. این قسمت چهارم از سری جذاب‌های انیمیشن هتل ترانسیلوانیا هستش. پس از حضور دارک که یک جادوگره، شخصیت‌های انیمیشن به وسیله نیروی یک الماس دچار تغییر میشن. هیولاها به انسان تبدیل میشن و انسان‌ها به هیولا. حالا بابا لولو هم به یک انسان تبدیل شده و از این موضوع به شدت شاکی و در مقابل جانی داماد خانواده که یک انسان بوده حالا به یک هیولا تبدیل شده و حالا که از قدرت‌های خود نهایت استفاده می بود احساس حقارت میکنه. شماره 2، تام و جری گاوچرو. داستان انیمیشن تام و جری گاوچرون از اونجا شروع میشه که این دو برای نجات یک مزرعه از دست یک شرور زمین‌خوار به صاحب اون مزرعه که دختر گاوچرون بوده با یک ماجرا روبرو میکنه که بعد خودتون برید اون رو ببینید و اگه من میگم اسپویل میشه. انیمیشن تام و جری گاوچرون بسیار جذابه و میتونه یک کودک شما و حتی خود شما رو ساعتا محو تماشای خودش کنه. آتش دل. جورجیا دختر 16 ساله اولین آتش نشان زن جهان میشه، اما در یک اتفاق شهر نیویورک توسط عده‌ای به آتش کشیده میشه و در این اتفاق تعداد زیادی از آتش نشان ها ناپدید میشن. رئیس آتش نشانی از پدر جورجیا که یک بازنشسته است میخواد تا به اونها در حل مشکلات کمک کنه، اما نداشتن نیروی کافی جهت مهار آتش جورجیا رو وادار به تغییر قیافه میکنه که تصمیم بگیره برای کمک به پدرش و سایر آتش نشان ها. خودشو به شکل مردی به نام جو در میاره و در کنار اونها وای میسته. شماره 4، ترینینگ رد، قرمز شدن. دختری 13 ساله که به محض عصبانی شدن به خرس پاندای قرمز تبدیل میشه. اتفاقاتی که پس از این قرمز شدن برای اون رخ میده خیلی انیمیشن رو جذاب میکنه. این انیمیشن مناسب دختره 13-14 ساله هستش بیشتر، ولی بقیه هم میتونن اون رو تماشا کنن. شماره 5، The Bad Guys، بچه های بد. این یکی از انیمیشن‌هایی بود که خود من امسال دیدم و خوشم اومد. داستان این انیمیشن از این قراره که یک باند دزدی که از چند حیوان تشکیل میشه که رئیس اونها یه گرگه و یه سری حیوانات دیگه در این گروه وجود دارن. بعد از یک دزدی دستگیر میشن و این مجازات براشون تعیین میشه که باید شهروند خوبی بشن و شرارت رو کنار بذارن. اما این گروه که آماده بزرگترین دزدی دنیا میشن به یک سری مشکلات و داستانا برمیخورن که خودتون باید برید تماشا کنید. سونیک قسمت دوم. همیشه بازی سونیک بین گیمرها طرفدارای خاص زیادی داره. قسمت اول این مجموعه با بازی جیم کری یک فیلم قابل قبول در اومده بود و به نظر میشد این فیلمم در حد اون دید. داستانی از این قراره که سونیک و دوستاش از دست یک دکتر که اونا رو میخواد بگیره و سرشون آزمایشات خاصی انجام بده دارن فرار میکنن که اتفاقاتی براشون میفته. شماره 7، Chicken Here and the Hamster of Darkness، مرغ و همستر تاریکی. Chicken Here که یک نیمه خرگوش و نیمه مرغه که یک سری تفاوت ها داره و با دوستاش میره دنبال ماجراجویی که عموی اون مجرمه و از زندان آزاد میشه، قصد از بین بردن اونو داره که چیکن هیر شروع میکنه به یاد گرفتن هنرهای رزمی که در این بین جلوی عموش رو بگیره. شماره 8، پینوکیو 2022. این پینوکیو جدید رو نتفلیکس خودش درست کرده. این پینوکیو همون پینوکیو قبلیه که بازسازی شده، منتها با کمی تغییرات، کار تمیزی داره. پیشنهاد میکنم که برید ببینید، واقعا این کار خیلی خوبه کار در اومد. شماره 9، دی سی لیگ. Wake up buddy, it is 1 o'clock. داستان این انیمیشن در مورد یک سگ سوپرمنه که از حیواناتی یک گروهی تشکیل داده و مثل اون فیلمایی که دی سی میسازه میرن به کمک مردم و از قدرت‌های خودشون استفاده میکنن. و میرسیم به انیمیشن آخر لیستمون، اونم چیزی نیست جز گربه چک میپوش.
گربه چکمه پوش فعلا اکران نشده و 18 مرداد اکران میشه، یعنی چند روز دیگه. ولی واقعا من بی‌صبرانه منتظر هستم که اکران بشه، چون که قسمت 1ش خیلی خوب بود. برای کسایی که ندیدن قسمت 1 رو تعریف میکنم، بعد قسمت 2 هم یه تیکایی ازش میگم، چیزایی که در تریلش اومده. در قسمت قبلی 8 از 9 تا جون خودش رو گربه چکمه پوش از دست میده و فقط یک جون براش میمونه که برای احیای خودش باید سفری آغاز کنه و به دنبال آرزوهای افسانه‌ای بگرده تا بتونه خودش رو نجات بده. خب خیلی خوشحالم که تا اینجا با من بودی. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه.